سلام مهربانم، سلام عزیزانم، سلام بر عشق، سلام بر وجود، سلام بر ایرانم، سلام بر ملت ایران. آنچه در این برنامه خواهید دید، خواسته هایی که زن ایرانی میخواد بهش برسه، نمیذارن استور ما سایت اینستاگرام خودش رو جاهای مختلف دیگر رو نگاه کنه. نسبت به حتی خامنه ای کسی حق نداره توهین بکنه. که این زن ماها در بیمارستان بوده و ناراحتی میکشه. با سفره بینان و نمکدان چه نشاطی. حتی اینا اجازه نده خانوادهش حتی پسرش بره تو خونهش ببینتش. این روزا شاهد حوادث های مختلفی در ایران هم و این رژیم زورش داره به زنها میخواد برسه. چه قدرت دیگه نداره. آدم های خریدار شده از کشورهای اطراف رو آورده و زنهای ما رو و ناموس های ما رو میزنن و زندان میندازن. بابا عجب دنیای بدی شده. چرا همچین چیزهایی در سرزمین ماست و واقعا جای تأسفه، نمیشه تحمل کرد. من خودم از این خانواده متدین هستم با حجاب اختیاری، اما این حجاب اجباری را اصلا قبول ندارم، چون که در دین ما اصلا اجباری نیست برای حجاب. در قرآن یک خط توصیه شده اونم برای حجاب و اصلا نه گناه شناخته شده و نه اجباری هست در انجامش. اما کارهای دیگه ایره که در دین ما گناه کبیره شناخته میشه اینه راحت انجام میدن، مثل ربا. وقتی میریم بانک میگن 18% بهره، خودشون هم میگن بهره. یا فروختن اسلحه به کفار خودش گناه کبیره است در دین ما، اما اینا راحت به روسیه که حتی خدا رو هم قبول نداره سلاح میفروشن برای کمک در جنگ. من نمیدونم اینا فقط یک اجبار برای زیر سلطه گرفتن مردم و الا قصدشون اصلا اسلام و انجام امور اسلامی نیستش. تهران اوپال موقعی که این ون و این پلیس ها اومده این تینیجر رو نمیتونم بیان داخل و مردمان عادی نمیتونم بخاطر جواب اجباری بیان داخل. بخاطر همین یک سوم شده واقعا مشتری اون رو. خیلی شرایط کاسبی افتضاح شده. هر کی هم بخواد داخل میکننش داخل ون و میبرن و اوزای کاسبی فاجعه بار شده توی اوپان. با سفره بینان و نمکدان چه نشاطی. با داغ جوان گوشه زندان چه نشاطی. با معزل اشرافیت بیت وزیران در شهر جماران و لواسان چه نشاطی. با طفل یتیمی که به تاریکی شبها خوابیده به سرمای خیابان چه نشاطی. تا خوردن اموال فقیران و ضعیفان آسان شده بر جمع مدیران چه نشاطی. تا دفتر آزادی ما مشق ندارد در خاطر یاران دبستان چه نشاطی. تا گوش شما بر غم مردم شنوانیست بر چهره پیران و جوانان چه نشاطی. ولی اونایی که در ایران هستن، مردایی که واقع میستن نگاه میکنن زنها رو با چه وضعی دارن میزنن و میبرن و زندانی میکنن، سکوت میکنن. این خیلی بده. اینجور مردها خیانتکارهایی هستن که نون و هر طرف که باد بیاد میخورن. من کاری به این حرف رو ندارم و من مطمئنم با چنین زنهای شجاعی که در سراسر دنیا به پا خواستن، چه در ایران اولیاش، در ایران هم جوان جوان، در اروپا و همینطور در امریکا و کانادا همینطور، ما مثلا میبینیم خانومی بزرگ، خانومی که سالها زحمت کشیده برای
وجود سلطنت در ایران به نام زینا ترانی چه حوادثی براش به وجود آوردن. حوادث چی؟ به خاطر که در تلویزیون شهرام همکاری میکرد و پول خرج میکرد و دستگاه تردش کرد. حتی تصادفی برای این به وجود آوردن که این زن ماها در بیمارستان بوده و ناراحتی میکشید. نگاه کنین حزب توده چه خیانت هایی داره میکنه و چجوری میخواد مردم رو از سر را برداره. اونایی که وطن وطن میکنن و عاشق ایران هم و شهرام همایون طرفی که باد بیاد اونه تا دیروز ولیت ولیت میکرد، امروز توده ای بازی شد جمهوری اسلامی رو داد و بیداد میکنه و جلساتی در فرانسه میذارن. نسبت به حتی آقای خامنه ای کسی حق نداره توهین بکنه. من خیلی متاسف هستم که بعضی از گویندگان میشینن جلوی دوربین و به مثلا نقص بدن ایشون اشاره میکنن. این اصلا معنی نداره، بسیار زشت قبیحه. واقعا متاسفم برای چنین اشخاصی که برای پول ملتشون رو میفوشن، ملتی که آه نداره، راحت نمیتونه بخوابه، حتی تو خیابون راحت نمیتونه بخوابه، ولی اینا خوام پول بسازن. عجب حزب توده انسان‌های کثیفی هستند که این سراغشون یکی اصلا اعتمادی خیانتکاری که با چه حرکتی اسطوره ما رو به این فضا کشوندن و حتی نمیذارن اسطوره ما سایت اینستاگرام خودش رو جاهای مختلف دیگر رو نگاه کنه. سه تا خانم کمونیست گذاشتن بالا سرش، اونا دارن نگاه میکنن، اونا جواب میدن یا نمیدن؟ اصلا نمیدن. ولی ببین چقدر این زن که عاشق ملتشه و عاشق آزادی مملکتشه خفش کردن، همه جوره دورشو بریدن، حتی قادر نیست با طرفداراش صحبت کنن. به امید اون روز الهی زودتر برسیم به اون خواسته هایی که زن ایرانی میخواد بهش برسه. باید برسه. بر تن خوش سبز اون ملک قدیمی که قدیمی تر ز تاریخ است خواندن از کی میتواند جرم باشد که زرتشت با سرود آن سرزمین را کاشت. با صدای زن، با صدای من، آی خدا، آخه این چه روزگاریه؟ این چه آدم های کثیفی هست؟ معلوم نیست برای چی این یه اسطوره است، سرمایه یه مملکت، قدرت انترتینمنت مملکت ایرانمونه، چرا داریم میکشینش؟ حتی اینا اجازه نده خانوادهش، حتی پسرش بره تو خونهش ببینتش. آخه این چه فرهنگیه، چه آزاریه، چه ناراحتی دارین شما؟ پولاشو که خوردین، حال و احوالش که گرفتیم ولش کنیم بابا، بذار اونک بیاد تو سر حال خودش با زندگی خودش. این یه سوره مملکت ماست. خدا شاهده اصلا این نور که میفته رو شما از این که این همه جوان و زیبا میبینم دل قدقن چی میگم؟ دلم قنج به خودتون نگیرینا. غیرت نداریم، شرف نداریم. اونایی که عاشق من گوگوش هستن سکوت کنیم. من تا اونجا که تونستم دارم داد میزنم و فریاد میزنم. اسطوره ما داره به میره، بپاخیزیم. همونطور که ملت ایران برای ایران میخواد بپاخیزد، شما برای طرفداران گوگوش بپاخیزیم. حیفه این اسطوره
با ناراحتی زندگی کنه. دریابینش از این زندان وحشتناک به عنوان حزب توده بیاد بیرون. در هر صورت من زیاد نمیخوام کار رو چکافی کنم، من میدونم کارم رو چکاف کنم، ولی از این طرف هم ام جیگل در سطحی داره قدماشو برمیداره، در شرایط قراردادهای بزرگیش که داره انجام میده و ایگلش داره پروازهای قوی رو میکنه، در خونه هر هنرمندی در هر جای دنیا در میزنه و میاد. ای هنرمند عزیز، ای آواز خان بخان، ای آواز خان به قولی داریش، به قولی شاهرخ بیبرست به خون آواز خون غم دارم امشب، من از تو از خودم بیزارم امشب. عمریه از جاده ها چشم بر نمی دارم، سرمو روشونه یه هیشکی نمیذارم، هنوز اندازه یه اون روزا دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. ای که جای دل تو سینه جنگاری که سنگ و سربه، بگو از کجا بردی چشای مثل گربه، بگو از کجا بردی تو که دل ما رو بردی، ستای به ما شمردی این همه ناز و عشق، بگو از کجا بردی، بگو از کجا بردی. ایران من هرگز نخواهد مرد، ایران من زنده خواهد بود و گوگوش ما انشاءالله 120 سال عمر کنه و ایران آزاد شو ببینه. زنده باد پرچم شیر و خورشید ایران، جاوید باد شاهنشاه پهلویمون و پرنسس یاسمین عزیزمون. زنده باد زن، زندگی، آزادی.